سلام علی بابایی اما این دومین قسمت از آموزش های وردپرسه تو این قسمت قرار با میگه بگم چجوری وردپرس رو روی هستمون آپلود کنیم اکسترکت کنیم دیتابیس رو بسازیم بهش وصل کنیم کانفیک کنیم بیاریم بالا و بتونیم وارد داشبورد وردپرس بشیم اگه تو این مسیر به چالش خوردین یا سوالی بود حتما بپرسین چون خیلی مهمه از اینجا بعدش صحبتمون بیشتر میشه مطالب سخت‌تر گنگ‌تر میشه اگر تا اینجا شاید نگرفته باشین اگر این مجموعه رو دنبال بکنیم بهتون قول میدم که آخری مجموعه کاملا تنهایی میتونید یک وبسایت وردپرس رو بیارید بالا طبیعتا قطعا که تو کار باید تجربه داشته باشیم باید تمرین کنین سایت خراب کنین پروژه خراب کنین نه پروژه مردم و پروژه خودتون و بعد یه سری تجربه بهتون منتقل بشه خب من سعی کنم تا جایی که میتونم خیلی چیزا رو بهتون بگم و بریم ویدیو رو ببینیم خب بچه یادتون باشه تو آموزش قبلی ما دومین اون رو گرفتیم هم ایرانی و هم خارجی و هستم بهتون گفتم از کجا چطوری بگیریم و در آخر توضیح دادم که چجوری این حس رو با اون دومینه بس کنید اما چون قسمت قسمت مهمی و تا دقیقی توی این انجام بدید نمیتونیم وارد این فراینده بشین و سوال چند تا بچه هم بود من الان میام ابتدا این ویدیو اون هستی که میخوام بگیرم و اول میخرم چون میخوام یه سایت تستی با هم بیاریم بالا اصلا ببینیم یه هستل میخرم وصلش کنم به اون دومینی که قبلا خیلی بودم میرم کجا طبق معمول ماندگار به گفتم دیگه من از این میخرم جای دیگه هم میتونید بخرید وارد اکانتم هم میشم میام تو سرویس سفاری سرویس میزنم بچه ها گفتم بهتون سعی کنید دو گیگ بگیرید اما یه گیگ هم اوکیه حتی این حجم کمتر هم اوکیه بستگی به کاربرد شما داره اما طبق پیشنهادی که من بهتون میکنم سعی کنید حداقل همیشه 500 مگابایت فضای خالی روی هستتون داشته باشین یعنی اینجوری نباشه که مثلا میخواین یکی گیگ یا دو گیگ تا آخرین قطرش رو استفاده کنین دیدین رسیده به آخر ظرفیت و 500 مگابایت بیشتر براتون جا نمونده ارتقا بدین چون اگر حستتون پر پر بشه پردازش ها فرآیندها فایل همه چی اونجا به مشکل میخوره من میام یه دونه 500 مگابایتی میگیرم چون نمیخوام کار خاصی کنم فقط برای تستم اگرنا خودم رو زیر دو نمیگرفتم یه دامنه من دارم قبلا آره بگو بمه از همین ماندگار رو خریدم پس این گزینه آخر انتخاب میکنم همونطوری که بهتون توضیح دادم استفاده رو میزنم میگه اوکی من رو این دامنه میارم بالا ماهانه میخوای سالانه میگم ماهانه ادامه رو میزنم میرم برای پرداخت میگه که رو این دامنه میخوایم میخوای مثلا مارکت اشیم دا بیاد و فلان این داستانا میگه من اینو حذف میکنم حالا در آینده مارکت اشیم نمیخوام بعد میگه که نیم سروراتو میخوای اینا یادتون باشه تو ویدیو یه قبلی تو آموزش قبلی من این دو رو به ساعت خرید اضافه کردم که الان مونده اونجا ادامه رو میزنم میرم جلوتر چه اتفاق میفته اینجا برام لیست خرید و همه چیز میاد اینو پاک میکنم چون نمیخوام تست قبلی بوده این دوانه هرم نمیخوام این دوانه هرم نمیخوام من فقط میخوام این رو بخرم دوانه بگو بن دات کام که قبل خریده بودم پرداخت نهایی رو میزنم سب کوین من این پرداخت رو انجام بدم و بعد ادامه ویدیو رو با هم دیگه بریم جون اینو میزنم و شرایط پرداخت رو قبول میکنم میرم تو صفحه پرداخت که الان بعد از پرداخت وارد میشم و مبلغی که باید پرداخت میکردم و پرداخت میکنم حالا من دارم فرند پرداخت میرم جلو همزو دوبا هم میزنم این هم که میزنم و شیشه هشته. همیشه با این هشته من مشکل دارم همیشه هم اشتباه میزنم فکر کنم الان بازم دارم اشتباه میزنم ولی از این پسورد رمزم بیاد خب این هم از این. و بعد بریم برای پرداخت پرداخت از خدا رو شکر موفق بودون اون هشت بود خب من الان خریدم یاد تو ماشه گفتم وقتی میخرین اطلاعاتش و اون نیم سرور به ایمیلتون ارسال میشه بریم ایمیل منو با هم دیگه چک کنیم حواستون به چیزای دیگه ایمیل نباشه دیگه همون ایمیل که ماندگار مادر نگاه بکنین نگار ببین هر مرحله که انجام میدادن برام میورد میورد الان زد ریزگان سرویس شما این ریزگان سرویس منه اینی که اینجا میبینید با این نام کار برای الان میتونید برید تو اکانت من سایت هم پاک کنید که خب قطعا بعد این ویدیو من این دیتا رو عوض کنم دوستان تست نکنین الکی از طریق سایت من فقط بلاک میشین و تست نکنین دیتا مربوط به اون چیزی که خریدین رو داده این قسمت مهم است که اینجا به مدت گفتم اولی میشه یک دومی میشه دو, می دو. میای داخله اکانت ما نگار وب هر که دامنت خریدی میری توی دامنه هات میری اینجا زده که به گوم دیگه آره مدیریت نیم سرور ها نیم سرور رو میزنم تغییر میدم ببینید این رو پیش فرض روی این میتونه باشه ولی برای من روی اینه چون خودم زدم من قبل روی میام روی این اولیه رو میذارم دومیه رو میذارم اینجا تغییر رو میزنم تغییر رو که زدم بچه ها چند دقیقه طول میکشه این ست بشه ممکنه یه همچین ایروری بهتون بده اگه با همچین ایروری برخورد کردید خودتون کاری نکنید بهتره تیکت بزنید براتون حل میکنه حالا حالا من اینو حل میکنم سایت رو روی میارم بالا و بعد بریم میبینیم تو سی پنل و چی انجامه انجام بدیم چی کار که چه انجام بدیم خب من اونو ست کردم حالا برای اینکه بتونیم آموزش شده داشته باشیم جای دات کام انداختم روی دو تای آر بعد حالا دارم اون دات کامش اوکی میکنم حالا چیکار میکنیم وارد این بخش سرویس های من میشیم که بتونیم سرویس رو پیدا کنیم اینجا انواع سرویس های مختلف که من دارم میبینید این که ست کردم الان اینه دیگه دات کام هست و میرم واردش میشم بریم که چه اتفاقی میفته دیگه الان از اینجا وارد چی میشم من وارد اون سی پنل و هاستم میشم که درستش هست البته خب بچه ها وارد هستتون که بشین اگه سی پنل گرفته باشین با همچین فضایی رو به میشین که کامل حالا لود نشده مثل اینکه چرا دیگه الان اوکی با همچین فضایی رو به رو میشین اگه دایرکت تبدیل میشه شکلش کلا فرق میکنه ولی باز بیس و ساختار در واقع یکی اما خب یو آیش گفتم میگه فرق میکنه اینجا اطلاعات هست رو هم میزنه میگه آقا شما کل فضایی که داری 500 مگابایت یا تو 500 مگابایت خریدم یه سری فایلای دیفالت روش خودش نصب میکنه خودش میریزه که 16 مگابایت و 28 رو پر کرده میزنه میگه که دیتابیس بچه دیتابیس اون فایلایی که ذخیره میشه مثل اطلاعات ورود مثل تصاویر و مثل موردهای دیگه که داریم یه سریاش تو دیتابیس ذخیره میشه هر تصویر از اون نیست بر تو دیتابیس اون بشینه ولی یه سری تو دیتابیس ذخیره میشه و مثلا یوزر پسوردها جداولی که داره اینا همشون تو دیتابیسه. دیتابیس دیتابیس الان گفته 500 مگابایت میتونی استفاده بکنی اینم باز تو جایی که میخوای سرویس بخری اطلاعاتش رو میذاره چقدر دیتابیس فلان داری پهنای باند زده 5 گیگ یعنی مقدار اون برای که میان از سایت استفاده میکنم 5 گیگ میتونه حساب که زیاده زمانی که سا... کاربر زیاد ندارین این 5 گیگ به زودی تموم نمیشه ادان دومین میتونین داشته باشین یه دونه یعنی یه دانه دیگه هم میتونین ادان کنین روی این ساب دامینتون بی نهایت پارک دامیناتون دوباره بی نهایت ایمیل اکان هر چقدر بخواین میتونین بسازین میلینگ لیست هر چقدر بخواین اوتو ریسپاندر بخوایم فوروارد ایمیل اف تی پی ما اس کیو اینا هم دیگه بی‌نهایت دیگه چیزی نیست که منابع خیلی زیادی مصرف کنه سر همین بی‌نهایت تو استفاده کنیم خب وارد سی پنل میشیم یه سری قسمت ها داریم و کل کار اون با این قسمت هست ایمیل اون جت بکاپ فایل دیتابیس دامین متریک سکیوریتی سافتور ادونس اینا که پری رفرنس خب اول اینکه به نظر من من این کارو میکنم چون بیشتر با فایل کار دارم میام همیشه اینجا میگیرم میندازم این باره. حالا اینجوری نبود سی پنلی چند ماهی که اینجوری شده و یک کوچولو قیافش فرق کرد به نظرم این بهتره مینیمال تره چی کار میکنیم؟ این فایل های ماست ما انجام میتونیم این اکانت ایمیل و این چیزا رو بسازیم اما کاری نداریم فعلا میریم توی فایل منیجر اینجا تمام اصل کاری که ما انجام میدیم بچه یه سری پوش ها اینجا هست که ما کار نداریم میل از FTP هست هومش هست که همین مهمترین ای که توی وردپرس باش کار دارین. چیه اچ با هیچ پوشه دیگه ای کار نداشته باشیم با صد دیفالت اینا همش توش هست همه رو سلکت کنیم به جز وردپرس چون وردپرس رو می‌خوایم نصب کنیم دیگه دیلیت رو بزنین اینو حتما بزنین که کلا دیلیت شه اینم بزنین خب الان ما وردپرس اینجا داریم بعد وردپرس رو نصب کنیم بچه‌ها من اگه دستم خورد اینجا اینم پاک کردم مثلا چیکار کنم دیلیت اینم بزنم چیکار کنم کاری نداره بیاید اینجا من این ایمیل هم ببندم که دانلود وردپرس فارسی خب اینو که بزنین از این سایت فادات وردپرس تو آرژی نسخه اصلی وردپرس رو میتونین دانلود کنین اینو دانلود میکنین میبینید نشه دانلود فایلش اینو دانلود کنین بذار دانلود کنم ببینید دیگه میزنم آقا اینجا دانلود میشه 15 مگابایت بچه حتی اگه اینو دستتون نخورد یعنی خود من از این استفاده نمیکنم بیاین از همینی که دارین دانلود میکنین استفاده کنین چرا چون این آخرین نسخه وردپرس رو بهتون میده اما مطمئن نیستید که اینجا آخرین نسخهش باشه خب اینو ماندگار رو برای شما قرار داده پس بیاید از آخرین نسخهش استفاده کنین و بعد اینو که دانلود کردیم باید بریم آپلود کنیم تو این ها حالا بهتون میگم دیگه می جزئیاتشو بریم تا این دانلود میشه برگردیم خب ما این فایل رو پاک میکنیم حالا اینو دیلتشو میزنیم اینو میزنیم این فایلی که دانلود کردیمه خیلی راحت آپلود میزنید ساب میکنید اینترنت زغالیمون راه بده که ما بتونیم آپلود بیاریم سلیک فایل رو میزنید وارد قسمت که فایل دانلود کردیم میشه فایل انتخاب کنید ساب میکنید آپلود بشه به همین سادگی ما بریم تا بعد از دو سه سال که این 15 مگابایت آپلود شد ادامه ویدیو رو هم دیگه ببینیم گیر کردیم این اینترنت خب بچه تا فایل اون داره آپلود میشه برمیگردیم دوباره به همین قسمت سی پنلیمون. ما برای اینکه بتونیم سایت رو بیاریم بالا علاوه بر تمام چیزهایی که تا الان گفتیم نیاز داریم حالا توی مرحله نیاز داریم که دیتابیس بسازیم سریعترین راه ساخت دیتابیس چی از این قسمت دیتابیس با این پیش پی کار نداشته باشیم اینکه که مقدار تخصصتون بیشتر شد میتونیم ما اون کار بکنیم بیاین این سومین ویزار رو بزنین ویزار رو که میزنین میریم تو بخشی که دیتابیس رو بخوایم تعریف بکنیم بچا هر دیتابیس یه یوزر داره یه کاربر داره یعنی با استفاده از مشخصات اون کاربر میتونیم اون دیتابیس دسترسی داشته باشیم بیا یک سری اطلاعات اونجا وارد کنیم حالا اینجا تو قدم اول میگه آقا بیا دیتابیس بساز خودش یه دیفالت میذاره تو میتونی تاش چیزی اضافه کنی که من اصولا تاش دی بی میذارم بگو بم سی آندرلاین یه دی بی هم تاش من گذاشتم دیگه اما یه کار مهمی که باید انجام بدین چیکار کنین همینجا یه اکسل باز کنین حتما یه اکسل داشته باشین بیاین بنویسیم بزن آقا مثلا دیتا بیس اینجا یوزر دیتا بیس هم من میذارم پسوردش رو میذارم دی بی یوزرش رو میذارم حالا پسوردش رو میتونم بزنم دوباره خب انا این شد دیتا بیس من نکسو نکس رو میزنم برای من این ساخته شد من اینو کپی میکنم این یوزر نیم مهمه اینو باید داشته باشین من اینجا میارم کپی نشد مثل اینکه دوباره اینجا بهم اینا کپی میکنم اینجا میزنم یادتون باشه بزرگش کنم ببینیم تهش دی بی هم گذاشتم این میشه دیتابیس من یعنی یوزر دیتابیس هم تا اینجا ساختم دوباره بر میگردم به اون قسمت خب میگه آره یوزر نیم برای من تعریف کن یوزر نیم اون کار بره. من اینجا میزنم علی دوباره همینو کپی میکنم میام اینجا اینو فقط برای اینکه من یادم نره چون اینا رو بعدا یه جا وارد کنم خب میام تو این میگه پسورد یا پسورد رو خودتون تایپ کنید حتما پسورد قوی بذارید پسورد علکی نذارید مهمترین قسمت سایتتونه اگر علکی بزنید راحت میتونه نفوذ بکنه یه جنریتور خودش اینجا داره اینو بزنید اینو کپی کنین این تیکه اینم بزنیم بعد میره میشین چون مهمه میگه آقا اگه کپی نکرده باشی نمیتونی این استفاده کنی کپی کن یوزو بزن اینجا خودشون پسورد برات شما میذاره فقط اون پسورد که کپی کردی رو بیا اینجا وارد کن دوستان من همه اینا رو تغییر میدم سعی تو ویدیو ببینید و تست کنید و بعدش کریت یوزر رو بزن اینجا کاربر شما هم ساخته شد دیتا هم که تو مرحله قبلی ساختیم و اینجا باید یه سری تنظیماتشو رو کانفیک کنیم تیک بالایی رو بزنید فرق نداره میک چینز رو بزنید یا نیکس است بزنید جفتش اعمال میکنه شما میک چینز رو میک رو بزنید و اینجا ببینید میزنه که یوزر فلان به دیتابیس فلان اد شد یعنی من همین دیتابیس ساخته همین یوزر رو به این اد کردم ساخت دیتابیس ما تا همین مرحله کافیه و دیگه کاری با دیتابیسمون نداریم تا همینجا باش کارشیم برمیگردیم ببینیم آپلود شد نه آپلود شد حالا دوباره از اینجا من رو این سی پنل زمان میرم تو سی پنل برمیگردم به سی پنل فایل منیجر رو باز میکنم میرم تو فایل منیجر پابلیک اچ ال یادتون باشه ما تو اینجا آپلود کردیم چیکار میکنم کلیک راست میکنم اکسترکت میکنم تو همین پوشه برای من اکسترکت میشه یه پوشه الان درست کنه به اسم وردپرس و ورد همه دیتا هم میره تون. دو تا کلیک میکنم وارد این میشم بچه اینجا select all رو بزنی وقتی select all زنین همه رو select میکنه موف رو بزنین فقط public ال بهونه یعنی میخوام این دیتا ها رو منتقل کنم به این آدرسه move رو میزنم چون منتقل نکنم نمیتونم سایت رو بیارم بالا شما در واقع هر صفحه ای از سایت که داره باز میشه داره این صفحه رو یه چیزی از تو این صفحه پیدا میکنه باز میکنه حالا من این وردپرس رو که داشتم به دلیل مسائل امنیتی الان دیگه نیاز که ندارم با این پوشه که الان دیگه توش خالیه پاک میکنم همیشه فایل اضافی رو پاک کنید نگید شاید یه روزی لازم شد. خب یه روزی لازم شد دانلود کن دوباره بریز اینا موارد امنیتی افرای امنیتی میتونه محسوب بشه بعد از این اصلا سه تا الکی پر میکنه پاک میکنیم این شد وارد پرسه حالا چیکار میکنم حالا میام سایتمو که به اون دامین وس کرده بودم میام وردپرس رو نصب کنم الان نصب نیست الان فقط اون فایلی که نیازه روش ریخته شده حالا بعد میام این فایلی ای که وجود دارن رو نصب کنم و بتونم ازشون استفاده کنم خب بچه ها الان دیگه نیم سرورم هم ست شده یعنی من حسو بس حس رو رفتم وست کردم بذارید بیارم ببینید دیگه اینجا یه بار دیگه بریم ببینید حس و نیم سرور ها شد از ایمیل برداشتم گذاشتم توی دوینم دوینم به این مشکل خورد که اوکیش کردم برم داخل دوینم این قسمت در این قسمت میبینید که الان نیم سرور که به امرسال شد به ایمیل ایمیلم رو اینجا ست کردم و اینجا الان همین چی اوکی سایت میاد بالا حالا الان من سایت رو بزنم بگو چی شد میگه که الان میتونی وردپرس رو نصب کنی آدرس سایت رو بزنید بالا بعد از این مراحل میایم تو وارد مراحل نصبش میشیم تو وارد میایم وارد مراحل میشیم بزن بریم رو میزنیم و اینجا همه یه سری دیتا میخواد یادتونه یه یا سری دیتا داشتیم برای وردپرس برای دیتا بیس میساختیم گفتم اونا رو سیو کنید اونا حالا اینجا به کار میان اگه سیو نکرده باشین داستان دارین بچه ها این دیتابیس اون یوزرنیم اولیه رو میشه نام پایگاه داده اینو سلکت میکنید پاک میکنید اینو میذارید جاش نام کاربری میشه این نام کاربریه که دوباره خودمون تعریف کرده بودیم رمز عبور میشه همین رمز عبوری که گذاشتیم خب میزبانو بذارید لوکال بمونه دست نزنید بچه ها دیتابیس یه سری پیشوند داره تیبلاش پیشونداش توی وردپرس به صورت دیفالت WP underline اما برای اینکه بخوان نفوذ کنن به وبسایت شما میتونن از این استفاده کنن و از این پیشوندا استفاده کنن برای اینکه این اتفاق جلوش گرفته بشه یا تا حد زیادی کار اون نفوذگرا هکرا سخت در بشه این رو بیاین یه فرایه سری حروف 5 6 حرفی رندوم بذارین و اون را هم اینجا بنویسیم من اینجا کپی کنم خب فرستادن رو میزنیم اینا که همه اطلاعات رو که قبل داشیم لوکال و لوکال بذارین این عوض کنیم که امنیت سایت بره بالتر میگه اینجا خطا در برقی ارتباط با پایگاه داده یه چیزی ما اینجا داریم اشتباه میزنیم تلاش دوباره رو بزنیم و این نام پایگاه داده ما نام آهانا اینجا این پاک نشده با این رمز دوباره کپی میکنیم اینجا میزنیم اینم که اونو که تغییر دادیم فرستادن میزنیم میگه آفرین خب رفیق تو دیگه این من... تو چی؟ دیگه تو این مرحله از نصب کار شما انجام شد و وردپرس میتونه با پایگاه داده ارتباط برقرار کنه اگه ماده وقت شده که این اصلا فردی هم تاشو باز گذاشته راه رو بزنید واردش بشیم میگه عنوان سایت چیه میزنم تست برای دوستای گلم این اسم سایت بچه اینجا اسم سایتتون رو مثلا داریم بافتنی میفروشی اینجا بزنیم فروشگاه آنلاین بافتنی نم امو بافتی همچین چیزی نام کاربری بچه این نام کاربری نام کاربری ادمین شماست اینو گم نکنین اینو یادتون نرا من اینجا مثلا میزنم تست لاک اینم سعی کنید خیلی ساده نزنید رمز عبورم که اصلا ساده نزنید دیگه پسورد ادمین دیگه میتونم من توی درگاه بکنم پسوردی که خودش اینجا پیش داد نه قدرتمنده یا این استفاده بکنید که حالا من اینو استفاده میکنم من اینجا میزنم که WP پس این پسورد وردپرس و بعد ایمیلتون اینجا بزنید من میزنم اینفو ادساین مارک تو اینفو رو بذارم که با ایمیل اصلی خودم قطی نشه خب بچه این تیکو بزنی این برای اس ای ما کلی پست عمل اس ای داریم که چی و فلان اینا ولی اینو بزنین تا زمانی که سایتتون رو یه ساختار درست بهش بدین با خیال راحت کار کنین و از روزی که قوی خواستین اس ای رو شروع کنین این تیکو بردارین تو ادامه تو وردپرس یه قسمت داریم که میتونین اینو برداریم بهتون میگم اون قسمت کجاست راه اندازی وردپرس رو میزنیم و ساب میکنیم بوم سایت وردپرسی ما آماده شد من اینو سیو میکنم ورود رو میزنیم میشه به گوبم به ساعت پیش فرض پی لاگین رو میاره حالا اگه خواستیم به این صفحه وارد چی نیازی سب پی لاگین بزنید دبلیو پی ادمین بزنید میاد تو همین صفحه ورود من اینجا رو وارد میکنم میزنم منو به خاطر بسپار ورود رو میزنم و بله بعد از تمام این مراحل ما رسیدیم به سایت وردپرس بچه بچا تو این مرحله شما دامینتون رو خریدین هاست رو گرفتین بس کردین به هم دیتابیس ساختین وردپرس رو گذاشتین رو هاست اومدین نصبش کردین و سایت وردپرسیتون کامل و آماده الان در خدمت شماست برای اینکه بتونید یک وبسایت خوب داشته باشید الان از این سایت استفاده خاصی نمیتونید بکنید نگاه بکنید این دیفالت وردپرسه و گزینه های دیفالت وردپرس این دو جمله که الان گفتم شروع ویدیوی بعدی اونه و تو اون ویدیو قرار در مورد آموزش وردپرس و این بخشش اول صحبت کنیم بعد ببینیم چجوری میتونیم دیزاینش کنیم چجوری به سایت درست تبدیلش کنیم فروشگاهی باشه دانلودی باشه دوره بفروشیم و هر المان دیگه کلی کار داریم کلی مسیر رو همگه میریم جلو اما این چیزی که بهتون میگم واقعا تجربه چهار پنج سال کار کردن من توی این حوزه است که هر یه مشکلی که میخوردم کلی میگشتم رو رو پیدا کنم کلی به آروم میگم اینو کلی پروژه خراب کردم توی این فرایندی که یاد بگیرم منو ببخشن البته تاوانش رو دادم ولی کلی پروژه خراب کردم که اینو یاد بگیرم بتونم بیام یه روند درست انجام بدم الان نمیگم همه چیشو بلدم خود وردپرس میگیم ساده است ولی گسترده است واقعا گسترده است خیلی آپشن ها و المان ها و پلاگین ها و خیلی چیزا داره ولی این چیزایی که بهتون میگم چکیده این مسیر و خطا اشتباه هاست اگه درست با هم بیاید جلو میتونم بگم می تا 70 80 درصد وردپرس رو کامل تو یاد بگیرید بریم با هم دیگه اینا رو تمرین کنین و ما چرا گفتم بریم 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 اینا رو تمرین کنین سوالی بود تو کامنت بپرسین تو ویدیو بعدی این بخش کامل بهتون توضیح میدم امیدوارم که این مجموع ویدیو به کارتون بیاد و بتونید یه مقدار وردپرس و طراحی سایت یاد بگیریم و وارد این فضا بشین اگه به علاقه داریم من تمام تلاشم ها میکنم کامنتتون لایکتون شیرتون برای من واقعا انگیز است مخصوصا الان که دارم این ویدیو رو میگیرم اولای کار تقریبا بازدهی خیلی زیاد نیست ولی مطمئنم که یه روز به دردتون میخوره این ویدیو علی بابایم و اینجا چنل مارکترشیمه میتونید مارکترشیم ببینید مخلص.